ببین نه این درست نیست، فقط من یه اصلاحیه بزنم. یه دلیل این که مثلا شما میگی من نمیدونستم زبان 3 سال مثلا داره، دلیلش تیپ شماست. حالا خودتو شما رفتیم من درس پس میدم، تیپتونه، اخیه به خاطر تیپتونه که نمیدونید. چون یه تیپی هست میاد میگه من هیچی نمیدونم، خب شاید خیلی چیزا میدونه، عمدا میاد میگه من نمیدونم. به من بگین سریع ترین راه و بهترین راه چیه برای کیس من. خب بعد میگیره اعتمادش هم، من نمیگم به من، به هر کی که فکر کنه درسته انجام میده. گام بعدی اکشن میزنه. خب توی مهاجرت تیپای بس شخصیت های مهاجرتی میسازم برای خودم، اینقدر مثلا 5000 مشاور داشتم تا حالا، میتونم شخصیت رو تو چند کاتگوری برای خودم تقریبا با یه ذریبه اطمینان بالایی قرار میدم. یه تیپ هست، تیپ شماست، میاد بررسی هایی برای خودش انجام میده که خوبم است، بررسی هاش خوبه، ولی در مرحله اکشن بسیار ضعیف عمل میکنه، اکشن نمیزنه، اکشنشو دیر میزنه، یا اصلا نمیپرسه که اکشن درست الان چیه، فکر میکنه اکشن خودش داره درست فکر میکنه. اولین کار چیه؟ به فکرتون شک کنید. یعنی بگه آقا آیا فکری که من دارم میکنم در راستای بهینه‌ترین حالت زمان انرژی هست یا نیست؟ من به شما میگم نیست. یعنی تیپ شما الان توی بهینه نیست. دلیلش همینه که مثلا شما نمیدونین زبان 3 سال باطل میشه. دلیلش اینه که به مشاور این اجازه رو نمیدین که ورود کنه و ازش سوال نمیکنین. میان سوالای خودتون رو میکنین میری. ببین آخرش من انتظار داشتم شما هم بپرسین که نظر تو چیه؟ الان من اکشن بعدیم چیکار کنم؟ نپرسیدین. برام گیرتون انداختم گفتم میخواین چیکار کنین؟ آخرش هم گفتین میخوام زبان بخونم اشتباه دوباره. شما الان کاری که باید انجام بدین از نظر من اینه که کلن زبان رو ول کنین، این پرسش ها و پرسشگریاتون هم ول کنین که همش هم به جاست و همش هم خوبه، ولی تا یه حدی، 1 تا 2 هفته، بیشتر بشه داره میره تو وسواس، داره میره تو چیزای علکی خراب، همش ماکسش باید 2 هفته باشه این پرسشگری. بعد این که بالا شما من مطمئنم بیشتر 2 هفته شده، یعنی طولانی تر شده. بله. استپ بعد اکشنه. اکشنش اینه که الان تصمیمات که باید بگیره، سوالات ساده، 1 میخواهم مهاجرت کنم یا خیر، الان چه جوابی به این سوال میدین؟ بله. 2 آیا بهترین روشی که من میخوام اقدام کنم اسکیل ورکر یا نه؟ بله در حال حاضر. جواب من. 3 سوال سوم که آخرین سواله، یعنی یه دونه سوال دیگه بعدش داریم که سوال تمام، یعنی در واقع سوال اکشنیه. سوال 4، سوال 3، آیا میخوام پروسه‌مو خودم انجام بدم یا برم وکیل بگیرم؟ اصلا اشکال نداره به من بگی خودمو. فکر نکنید یه موقع من الان مثلا شدیداً ناراحت شم بهم برمیخوره نه خانم تو اشتباه، نه دیگه، به هر حال یه جلسه پرسش و پاسخ تعهدی ندارم، شما هم همینطور نبید. دقیقاً. خب جوابش چی؟ جوابش اینه که من دارم اوالیویت میکنم ببینم کدومش در واقع بیشتر به نفع من هستش، به لحاظ اینکه سریعتر به جواب برسم. خب 3 تا گزینه داری، کدوم میزنی؟ بله، خیر، هنوز نمیدانم. هنوز نمیدانم. اوکی، پس وای میسیم اینجا الان یه لحظه رو گزینه هنوز نمیدانم وای میسیم. من به شما یه چند تا اینفورمیشن میدم بعد میریم رو سوال 4 و تمام میشه. یعنی این پروسه رو شما اگر 4 سالم به چرخی همینه، 4 روزم به چرخی همینه، باور کن هیچ فرقی نمی کن. فقط آدم ها الکی اینو می چرخونن برای خودشو الکی، من نمیم برای چی. بله که مشخصه، میری گام بعدی، خیر، تموم شد. آقا من چی می خواهی؟ من چه جواب بهت بدم؟ چه کمکی من میتونم بهت بکنم تو این 10 دقیقه که داری یه رو بگیداری؟ من ببین بگو چند تا سوال به جواب بدم کمک شه بهت. نمیدانم، دوست داری من این چند تا اطلاعات بدم بدانی یا نه؟ بله چرا که نه. بله. شما اگر وکیل بگیری با نگیری چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ جواب، یکی پولم رو سیو میکنم، اون پولی که به وکیل میخوام بدم رو سیو میکنم، مثلا بین 3 تا 5 هزار دلار سیو میکنم، خب که به ریالم پول زیادی میشه. 2 اصلا وقتی کارم دست خودمه اعتماد بیشتری دارم، پخش نمی کنم پروندم. آفرین. من از این تعلل ورزیدن و این که حالا صبر کن تو نوبت باشی و حالا خبرت میکنیم
من با اینم یه ذره مشکل دارم. خیلی حالا میریم تو اینا. من به شدت اینا رو آنالیز کردم، همه رو آمادم به شما میدم. من یه قانونی دارم توی ویزا پیک، شرکتی که داریم کار میکنیم، میگم اگر که آفری که من به شما میدم شما رایگان جایی برات کارش رو انجام بده، چه خودت چه جای دیگه، به این آفر من نمیرسه. دلیلش هم منطقیه. شما علاوه بر اون پکیجی که از من میگیری شامل انجام کار و همه دیتا و اطلاعاتی که پشتشه، پکیج موفقیت در استرالیا رو میگیری، شامل کار و نمیدونم تو اونجا باید چیکار کنم، مسیرم چیه، میخوام بیام استرالیا، کمک ها، کانکشن در استرالیا. دست کم دست کم دست کم 2 سال 3 سال شما رو جلو میندازه اون پکیج تا شما بخوای اونها رو کشف کنی بیای جلو. خب برای شما اگه اینو رایگانم جایی انجام بده، اون پکیج کنارش نخواهی داشت. پس من اینو گذاشتم که بتونم غلبه کنم بر شما که بابت پول نری کار خودت انجام بدی، چون اینجوری نمیتونی این بر این پکیج رو از من بگیری. بگیریم باید هزینه‌شو بدی، هزینه‌ش 6000 دلاره اون چیزی که من به شما میدم، ولی پولش شما به من نمیدی. توی پول بس جلو نمیافتی، برای اینکه اگه شما کار سریعتری بتونی با اون پکیج من بگیری که گارانتی میکنم میگیری، کار سریعتر، موفقیت سریعتر، ستلمنت سریعتر، آگاهی و آشنایی از کالچر و زبان استرالیایی سریعتر بگیری، یک ماه فقط من بتونم کاری بکنم، شما یه ماه زودتر کار بگیری تو استرالیا، که من گارانتی میکنم بیشتر از یک سال میکنم اینو، شما زودتر به اون موفقیت برسی، کل اون پول من سیف کردم برای شما. یعنی یه ماه شما تو استرالیا زودتر کار کنی، 6000 دلار بیشتر در آوردی، 5000 دلار بیشتر در آوردی مینیمم حقوق استرالیا. پس پول اصلا مطرح نیست. یعنی تو بازی پول ممکنه در استپ یک شما فکر کنی برنده ای، ولی در استپ های بلند مدت بازنده ای، نمیتونی به اندازه این مدل پول بسازی توش، پول خودش این برمیگردونه. توی بازی تعلل و اینکه مثلا نمیخوام کیسمو به یکی بسپارم و اینا، همه حق میدم بهتون، چون دارم میبینم مردم چه داستانایی دارن تو کارهاشون، دارم میبینم مارکت رو، دارم میبینم، همه حق میدم تو این زمینه. همین که چون خودمون اون کار رو نمی کنیم، میگم که ما اون کار نمی، یعنی شما این حق نمیدم تو اون تیکش، چون شما که نمیگه یه دونه اپ نصب میکنی کاملا مدل استارتاپی، با اون اپ شما میای جلو. ممکنه یه روزی معطل بشی، اینو نمیگم که الان شما یه 5 دقیقه ما حتی چون بچه های ما به من میگن گاهی اوقات آقا شما تو این جلسه ها اینقدر قول میدی به مردم، دیگه هیچی تحمل نداره 5 دقیقه صبر کنه. خب راست میگه از این موضوع انصافا ممکنه شما مثلا، ولی گارانتی جواب زیر 24 ساعت گارانتی ما میگیری، تعلیم هم نخواهی داشت به ایچ اون با، یعنی از اون بابت مطمئنن هیچ تعلیلی اتفاق نمیفته. و اینه ماجرا.